یو واتس اپ گایز، خوش آمدین به یک ویدیو روم تور از کانال هادی شو. در این ویدیو وضعیت و شرایط زندگی دانشجویان خارجی در لیلیه های دانشگاه دولتی روسیه رو با هم دیگه میبینیم و همچنان در مورد خرج مصرف یک دانشجو رو به صورت متوسط برای شما در این ویدیو میگویم. و همچنان دوستای عزیز، اگر تا هنوز کانال هادی شو را سابسکرایب نکرده این لطفاً کانال را سابسکرایب نمایید و آلارم زنگوله را همچنان بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر باشید. و همچنان نظرات نیکتان را در قسمت پایین این ویدیو بنویسید و همچنان اون لایک های زیبایتان را بزنید. خب در ادامه ویدیو با خب دوستای عزیز، ادامه ویدیو را از اینجا آغاز می‌کنیم که هم دروازه ورودی به اتاقی از مایا در کوچه یک آینه قد نما را نصب کردیم و همچنان اینجا هم جای برای آویزان کردن لباس ها و بالا پوش و کرتی و جمپر و همچنان هم جا کفشی هم که کفش ها رو در اینجا قرار میدیم. و همچنان از اینجا موریم به طرف توالت شریف که توالت هم که اینجا تنه و سخت دیدم برای کوچ کردن لباس ها و جوراب و جان پاک و چیزا و همچنان یعنی از روشویی یا سینک و یعنی یک شلف برای گذاشتن وسایل آرایشی و خیلی. و همچنان در این قسمتی از اتاق ای جای برای گذاشتن ظرف های یعنی ظرف های از مایه و یعنی الماری برای گذاشتن مواد خوراکه یا دوای دیگه و یعنی چیزهای حسدی. و این هم یک چیزی مهمی که پن این پن که از پن معمولی نیست، پن ماکس با کیل مسیج هم. ایره در اینجا آویزان مونیم و همچنان در این قسمت هم یک دروازه داریم، خلاصه دهلیزه و همچنان یه اتاق که اینجا هم یخچال داریم که در داخلش هیچ چیزی خدا نیسته اما ناقی. و خوش آمدین به داخل اتاق. خب یه ورودی داخل اتاق، اینجا هم یک میزه برای اتو کردن لباس ها و این هم یک الماری لباس ها که این از هم اتاقی و همچنان اینی الماری از مایه، الماری لباس های از مایه سه که از ما شخصی منظر ها. و همچنان اینی جای هم برای چای دم کردن و بعضی وقتا دیک کردن و این هم چای خشک و ترموز و این هم از مایکروویو برای سرخ کردن غذا. و این میزی از مایه، میز مطالعه از مایه و این هم وسایلیم و این هم هدفونی بسیار دوست داشتنیم، بسیار رو دوست دارم و همچنان این هم از قلمدانی و کتاب و ایم یک دیپلوم و سرتیفیکیت از یک کنفرانس در دانشگاه اشتراک کرده بودم، در اون مقام سوم گرفتم و همچنان این دیپلوم داد مرا و در قسمت پشت سرش یک دانم ریفرنس لیتر و همچنان این دیست بند و یک دانه ترموز که مارک دانشگاه در زیده و و و ایم از میزی هم اتاقیم، هدفونش، لپتاپش، ماوزش و ایم الماریش و این هم از ویوی اتاقیم. در مقابل سرگم و طرف
جنگل و خانه و آسمان زیبا. و این هم از تخت خواب ما، این هم از تخت خواب هم اتاقی من که یک شارک دارم، شارک زیبا، و همچنان یک بالشت جان ویک. نمیفهمی جان ویک یا عیسی ابن مریم، شما در قسمت کامنت بگین که یکیه. و این هم از تختی از من، ما در اینجا خوابمونم. و این هم از آشپزخانه که یک جای ظرفشویی اینجا دارم و همچنان یک جای ظرفشویی اونجا. و این هم از اجاق که اجاق هایش برقی هم دوتا اجاق دارم. و این هم پنجره و نمای بیرون در کل آشپزخانه پاک سوترم و منظم. دوستای عزیز، این هم از حمام لیلیه هست که برای هر طبقه یک دو دانه اینمی رقم یک حمام دارم که یک از حمامش و میتونی اینجا لباس های تمام اینجا پوشی و همه کار های اینجا کنی. دو دانه مرکز گرمی دارم، یکیش اونجا و یکیش اونجا. و خلاصه این هم از حمام. خب دوستای عزیز، معلومات تکمیلی در مورد خوابگاه های یا لیله های دانشگاه های روسیه، اینکه خوابگاه های یا لیله های دانشگاه های روسیه رایگان نیست و باید برای زندگی در خوابگاه یک مقدار کرایه پرداخت کنیم که این کرایه از 900 و 1000 شروع تا 2000 روبل در ماه میرسه. و همچنان نگران نباشین، کسایی که با بورسیه دولتی در روسیه درس میخوانند ماهانه حدود 2000 الی 3000 روبل از طرف دانشگاه دریافت میکنه که 2000 یا 3000 روبل کرایه لیلیش بس میکنه و یک مقدار دیگه که باقی میمونه میتونه برای خرج خوراکش مصرف کنه یا برای ترانسپورتش مصرف کنه. و همچنان لیلیه یا خوابگاه در قبال این کرایه ای که میگیره برای محصلین چی داره؟ برای محصلین اجاق یا آشپزخانه داره که در اونجا باید آشپزی کنیم. در زمستان ها مرکز گرمی دارم، آب گرم و سرد همیشه در تابستان و زمستان داره، حمام 24 ساعته و همچنان برق 24 ساعته و همین. خب دوستای عزیز، این بود یک ویدیوی روم تور و توضیحات در مورد زندگی دانشجویان در لیله های دانشگاه روسیه. و همچنان اگر کدام سوال را پاسخ ندادم و هنوز سوال در ذهنتان مونده، لطفا او را در قسمت کامنت بنویسین و من حتما براتان جواب میتونم. و خوشحال میشم اگر کانال مرا سابسکرایب کنین، مرا حمایت کنین و همچنان لایک و کامنت را فراموش نکنین. این بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی دیگر شما را به الله پاک و بنیاز میسپارم. خدا یار و نگهدارتان. ایام به کامتان. Peace out.